در حالی که هنوز سنا روشن نکرده که چه زمانی ادامه روند استیضاح برای محاکمه ترامپ رو آغاز خواهد کرد و بیشتر شنیده میشه که پس از آغاز ریاست جمهوری بایدن باشه و تحلیلگران بر این باور بودند که سنا مسائل تایید وزرا، مسائل اقتصادی و کرونا رو دنبال کنه. جو بایدن اما در بیانیه‌ای ضمن بیان اینکه خانه نمایندگان ترامپ رو با رأی 232/197 استیضاح کرده، به سنا پیام داد که میشه همراه با دیگر مسائل موضوع محاکمه دونالد ترامپ رو هم برگزار کرد و پیش برد موازی با مسائل دیگر. اگرچه بایدن این بیانیه رو پس از 7 ساعت صادر کرده، اما به گونه ای خیال تحلیلگران رو راحت کرده که برخلاف گمانه‌زنی های پیشین که او نمیخواد استیضاح پیگیری بشه، او پیگیر استیضاح دونالد ترامپ هست و واقعیت اینه که جو بایدن در کنار مشکل کرونا، مشکلات اقتصادی و جنگ های خاورمیانه برگزاری روند نهایی استیضاح رو هم به ارث برده و باید در دوران او حل بشه این قضیه. آقای ترامپ در یک پیام ویدیویی بدون اون که به مسائل استیضاح بپردازه، یک هفته بعد از هجوم هوادارانش به کنگره، خشونت رو محکوم کرد و به حفظ نظم در دوران انتقال از طرف گارد ملی اشاره کرد و ترامپ گفت هر کسی که به خشونت دست بزنه از جنبش ما حمایت نمی‌کنه، بلکه به جنبش ما حمله می‌کنه. آقای ترامپ در این پیام گفت که با توجه به گزارش‌های مربوط به تظاهرات بیشتر، من تاکید کنم که نباید هیچ گونه خشونت، قانون شکنی یا خرابکاری به هر شکلی در این کشور انجام بشه.